نظر شما عزیزان پیشاپیش قرار رسیدن نیمه شعبان رو و جشن منتظران رو همواره نگاهی که به مسئله مهدویت داشتیم مبتنی بر خرافه زدایی بوده. اون چیزی که خرافه در جامعه ما مرسوم میشه تلقی غلط از انتظاره. یک روزی مارکس میگفت دین افیون توده هاست، افیون یعنی تریاک، ماده مخدر. نگاهش قائم به این بود در تلقی مسیحی که انسان مسیحی چون هیچ حرکت اجتماعی دین براش ایجاد نمی کنه و خودش رو کاملا منفعل می بینه، دین رو از این جهت افیون می دونست. دینی که می شد درش گناه کرد و گناه رو خرید، قبض برای اون گناه صادر شد، اعتراف کرد در نزد کشیش. چنین دینی تحرک اجتماعی به وجود نمیاره و لذا می گفتیم افیون توده هاست. بارها من گفتم که مهدویتی که قائم به این باشه که ما هیچ کاری نکنیم تا حضرت بیاید، این هم افیون توده هاست. اگر قرار شد ما مهدویتی رو برگذاریم که این مهدویت به ما بگه بنشینید تا روزی بیاید، هیچ کس کاری نکنه. اگر قرار بر این باشه چرا برای ماها بیاد؟ برای 100 سال 200 سال دیگه یا نیاد؟ چرا برای 100 سال 200 سال 500 سال قبلی ها نیامد؟ اصلا چرا رفت؟ اگر قرار باشه که برای این گونه رویکردها ظهور صورت بگیره، لذا تغییر پارادایم در تلقی مهدویت و مسئله انتظار اینه که حضرت منتظره نه ما. این ما نیستیم که ایستادیم جلوی این در منتظریم تا بیاید، بلکه این اوست که جایی ایستاده است و منتظر است تا ما برویم. رفتن از حیث سیرورت و شدن، بگیم که سیرورت شدن، می شود نهاد بوته، می شود درختچه، می شود درخت. یک انسانی در سیرورت نباتی خودش می شود کودک، نوجوان، جوان، پیر. میتونیم کاری کنیم که نشود؟ این یک جور رفتنه، یک جور شدن در سیرورت. در ادبیات فارسی کهن ما به جای رفتن از شدن استفاده می کردن. هنوز هم در بعضی از اقوام ما فرضاً در مثلا شهرهایی مثل بهبهان و جاهای دیگه هنوز به جایی که بگن بروی میگن که بشویم. منظور از شدن سیرورت. اگر جامعه و فردی سیرورت داشت، شدن از حیث اون بوته و نهار تا درخت، این انسان از کودکی تا پیری، این شدن و سیرورت افراد یا جوامع به سمت این رفتن و شدن جهت داشتن، مهدوی هستن، منتظرن، منتظر گام های شدن. لذا حضرت منتظره تا ما به یه حدی از بلوغ برسیم، جامعه به حدی از بلوغ برسه. همونطور که 30 سال پیش حضرت روح الله به اتفاق مردم ایران یک قدم به سمت حضرت رفتند و شدند، این رفتن و شدن انقلاب اسلامی رو رقم زد. لذا پیشاپیش که به استقبال جشن نیمه شعبان میریم، در خرافه زدایی از فرهنگی که در جامعه ما وجود داره که معتقدم دست به دست بگذاریم تا بیاید و همه چیز رو اصلاح کند. اگر این فرض باشه پس چرا برای دیگران نیاد؟ برای گذشتگان و برای آیندگان، برای ما بیاد. اگر برای که در بیعملی آقاد جامعه بشری حضرت ظهور کنند، این بیعملی میتونه هر نسل رو در بر بگیره، برای هر نسلی میتونه بیاد. نه، اونجایی که مهدویت و دین افیون توده ها نیست، بین ماده مخدر
سهر نمی کنه، بلکه حرکت و پویایی و سیرورت و شدن ایجاد می کنه، زمانیه که مسئله مقدریت به ما حرکت بده، انگیزه بده. پس ما هستیم که باید پاشنهامون رو برده کشیم، حرکت کنیم، به سمت حضرت برویم تا بشویم. شدن از حیث سیرورت، تا نشویم، تا خودمون و جامعه رو لایق زمینه ظهور حضرت نکنید، این اتفاق نخواهد افتاد. اون بین ماست، روزی از بین ما ظهور میکنه، اون موقعی که ما لایق قدوم حضرت شدیم. این نکته ایست که در طریقه ورود به نیمه شعبان یادآوریش بر خودم و بر همه دوستان ضروریه. ما در دو ماه گذشته مشکلات خاصی رو در جامعه‌مون دیدیم. یک موفقیتی که خانواده ملی بیش از 70 میلیونی مادرمون شرکت کردن و 40 میلیون نفر، قریب به 40 میلیون نفر حضور پای صندوق‌ها داشتن، یک تراز جدیدی رو ارائه می‌کرد. متأسفانه با بعضی احتجاجات دچار مشکلاتی شد و نوعی اعتماد سوزی در جامعه به وجود آمد. من خیلی کاری به جریان‌های داخلی ندارم. جریان‌های داخلی مسائلی دارن و این مسائل هم وجود داره، اختلاف هم جدی است. اما به هر جهت دعوای خانگی است. اون چیزی که مسئله است اینه که بیگانه از دعوای خانگی ما سوء استفاده کرده و ما چه کردیم که دشمن و بیگانه از دعوای خانگی ما در این سوء استفادهش بهره برد. روزی که در همین اصفهان اون برادران شعری آمدن به دیدن شاه صفوی، طبیعه حرکتی که جهان غرب آغاز کرد و در ادوار گذشته به ویژه در دوره قاجار به چه خباثت‌هایی انجامید، امروز 11 کشوری که از ما جدا شدند، یعنی 5 کشور آسیای میانه، 3 کشور قفقاز، کشورهایی مثل بحرین، کشوری مثل افغانستان، زمانی که محمود افغان حمله کرد تا پشت دروازه‌های اصفهان هم رسید، ولی ادوار بعد از اون عمدتاً مسئله دخالت خارجی رو برجسته می‌کنه. همواره دخالت خارجی قطعاتی از کشور ما رو جدا کرده، مشکلات و مصیبت‌هایی برای ما به وجود آورده که ما از گزند اون در امان نبودیم. این بار هم پنهان و آشکار این مداخله رو دیدیم. 30 سال از انقلاب می‌گذره. ما در داخل کارهایی بعضی از گروه‌ها و جریان‌هامون انجام دادن که موجب تجری بیگانه و سوء استفاده اون شد. مشابه شرایط صدر اسلام، سه جریان ناکسین و فاستین و ماروی هجوم به حکومت علی علیه السلام رو در ابعاد و شعوب متفاوتمون اعمال کرد. ناکسین جنگ جمن رو تحمیل کردن، سهم خواهی اضافی داشتن در حکومت. آستین برای خودشون توی حکومت حق و حقوق ویژه قائل بودن، بخشی از جامعه اسلام رو جدا کردن، حکومت مستقل. شعبه جنگی که اونها ایجاد کردن صفین بود. و ماروین هم به عنوان کسانی که خروج از دین کردن، حکمیت که پذیرفته شد بخش عمدهش معلول عمل اینها بود. بعد خود اینها به علی انگ کفر زدن و روبروی اون ایستادن و در نهایت هم علی رو شهید کردن. این در درون جامعه بود. در صدر اسلام این حرکت ها کسانی که یاران امام بودن، یاران پیامبر بودن، دوروبر پیامبر بودن، آرام آرام این چنین انحراف هایی درشون به وجود آمد. اما یک چیزی شرایط امروز رو از شرایط حضرت امیر دشوارتر میکنه. زمان حضرت امیر دشمن خارجی نبود سوء استفاده کنه، کمین بزنه و مترصد رفتارها و اختلافها و گزارها باشه تا بهره ببره.
دعوایست خانگی بین جناها و جریانهای ما، مردم ما بالغ و رشیدند، انتخاب میکنند، خودشون مواجهه صورت میدن، دولتی رو میبرن، دولتی رو میارن، نیاز به راهنمایی خارجی ندارن. اما در این ریل دوگانه ای که راه آهن حرکت آینده رو ترسیم میکنه، یک ریل بعضی جریان های داخلی ما به اون دامن میزنن و یک ریل جریان خارجی. مسئله من جریان خارجیه. اگر ما زمین حرکت اون جریان خارجی و دشمن و مقاصدش رو روشن کنیم، برای ما که در داخل دعوای خانگی رو میبینیم روشن‌تر میشه که کجاها مراقب صحبتمون باشیم، کجاها مراقب رفتارمون باشیم، کجاها مراقب باشیم که دشمن از این حرکت ما بهره نگیره. خب اون چیزی که در این ریل دوم مطمع نظره، مسئله پروژه‌ای است که تحت عنوان آژاکس برای انتخابات ایران، آژاکس 2 ترسیم کردن. اطلاعات استراتژیک در یک جمله یعنی این که بدانیم دشمن در مورد ما چطور فکر میکنه. شما چقدر نگرانید که آشناتون، پدر مادرتون، دوستتون، همسرتون، فرزندتون، معلمتون، همکارتون در مورد شما چطوری فکر میکنه؟ عامیانه میگیم دوست داریم رو ما حساب کنن. خیلی مهمه که ما بدانیم دیگران در مورد ما چطور فکر میکنن. این میشه اطلاعات استراتژیک. وقتی ما دانستیم بیگانه در مورد ما چطور فکر میکنه، دشمن ما در مورد ما چطور فکر میکنه، خوب تعطوی قضیه رو در آوردیم، ریشه شناسی کردیم، این میشه اطلاعات استراتژیک. کار دستگاه‌های اطلاعاتی اینه که اینو روشن کنن. من نمیدونم واقعا دستگاه اطلاعاتی کشور ما این کارو کرده بود یا نه، من اطلاع ندارم. اما دو روز قبل از انتخابات اخیر، یعنی در روز 20 خرداد، وبسایت انستیتو بروکینز که دستگاه اصلی تصمیم سازی حزب دموکرات آمریکا برای کاخ سفید هست و برای مجموعه کپیتول هیل، هم کنگره آمریکا، مجلس آمریکا که دست دموکرات هاست، هم برای خود کاخ سفید که قوه اجراییه آمریکا رو داره و هر دوش دست دموکرات هاست، مرکز اصلی تصمیم سازیشون انستیتو بروکینز هست. انستیتو بروکینز مشابه انستیتو امریکن انترپرایز که در دوره 8 ساله جمهوری خواها مغز تصمیم سازی برای اونها بود. همه یه طرح‌های حمله به عراق، افغانستان، تحریم‌ها علیه ایران و موارد دیگر رو شما در امریکن انترپرایز انستیتوت میتونید ببینید. اونجایی که مایکل لدین، ویلیام کریستول و دیگران، ریچارد کر و سایرین طرح‌های خودشون رو علیه جهان اسلام اعمال می‌کردن. انستیتو بروکینز اما مرکز اصلی تصمیم سازی حزب دموکرات. کجا شما متوجه میشید که دشمن در مورد ما چطور فکر میکنه؟ اونجایی که به مراکز تصمیم سازیشون سر میزنید. اما اینکه دشمن در مورد ما چطور عمل میکنه میشه موضع رسمی مسئولینشون. خب مسئولینشون میگن ما دستمون رو برای مذاکره دراز کردیم، ایران مشتشو باز کنه، با هم دست. این اقدام استراتژیکه. اما اطلاعات استراتژیک میگه این یه جور دیگه فکر میکنه. بین چطور فکر میکنه تا چطور عمل میکنه یک معدل بگیرید، حد وسط بگیرید، به این اصطلاحاً میگیم برآورد استراتژیک. برآورد استراتژیک مثل کاریست که در سطح برآورد تکنیکی پلیس میکنه. پلیس وقتی یک دزدی، یک قاتلی فرار کرد، کسی که شاهد بوده این رو میاره میشونه جلوی کامپیوتر، میگه بگو چشماش چطور بود، بینیش چطور بود، موهاش چطور بود، یک قیافه شبیه اون رو ترسیم میکنن، مبتنی بر اون ارزیابی این عکس رو به همه جا میدن، میگن یه همچین آدمی رو پیگیری کنید و شناسایی کنید. خیلی میگن برآورد تکنیکی. اما در اینجا مسئله ما برآورد استراتژیکیه. ما میخوام بدونیم دشمن در مورد ما چطور فکر میکنه، چطور عمل میکنه، معدل بگیریم، میشه برآورد استراتژیکی. انستیتو بروکینز دو روز قبل از انتخابات ایران
گزارشی رو منتشر کرد توسط سابان سنتر، یکی از مراکز وابسته به خودش. هیم سابان کسی است که وابسته به دموکرات هاست. زمان جمهوری خواها یک کسی انقلاب مخملی را می‌انداخت تو کشورهای مختلف به اسم جورج سوروس. بنیادی به اسم خودش داشت، ثروتمند بود و هست. در دوره دموکرات ها یه آدم دیگه‌ای برای این کارها سرمایه‌گذاری می‌کنه. آدم دموکرات هاست، اسمش هیم سابانه، این هم یهودیه، از اسمش هم معلومه. وارد وبسایت سابان سنتر که بشید و عکس سابان رو که مورد ارزیابی قرار بدید، تماس هایی که با فهمیدن که دوستان برای اینکه اذیت نشن میتونن تشریف بیارن جلو بشینن، نقل سرکار هستن. چه وارد وبسایت سابان سنتر که بشید عکس هیم سابان رو ببینید با کسان مختلفی در اسرائیل و در آمریکا، ماهیت این فرد براتون روشن میشه. این آدم کسی است که پول گذاشت برای این آشوب‌هایی که در داخل ایران این چند روزه به وقوع پیوست. هیم سابان مرکزی رو به اسم خودش وابسته به انستیتوی بروکینگز را اندازی کرده. یک گزارشی رو منتشر کردن در 164 صفحه. این گزارش همین الان هم روی وبسایت انستیتوی بروکینگز موجوده. یک کتاب 9 صفحه است. 6 تن از استراتژیست‌های وابسته به دموکرات‌ها این رو تهیه کردن. آقای مارتین ایندایک، کسی که به مدت چند سال سفیر آمریکا در اسرائیل بود، خانم سوزان مالونی متخصص در امور ایران هست، و تعداد دیگه از استراتژیست‌های حزب دموکرات. این 6 نفر این گزارش رو در چند ماه تهیه کردن برای جلوی انتخابات. 9 تا فصل داره. در 2 فصل اول به صراحت اعلام میکنن که اصلا اسم گزارش اینه: کدام راه به ایران؟ ما چه کار کنیم با ایران؟ اصل مسئله که در مقدمه میگه اینه، میگه ایران یک مشکل کلیدی و جدی برای آمریکاست. آمریکا و غرب تا مسئله ایران رو حل نکنه، نابودش نکنه، به نتیجه نمیرسه کارش. برخلاف این تصور که همه فکر میکنن آمریکا اهل مذاکره و اینجور حرفاست، این گزارش رو حتما برید توی وبسایتش ببینید. توی این گزارش در انستیتو بروکینگز 2 فصل اول اختصاص دادن به این که با برخورد دیپلماتیک با ایران برخورد کنیم. در بخش اول برخورد دیپلماتیک و رویکرد دیپلماتیک میگه متقاعدش کنیم، هر طوری شده ایران متقاعد کنیم، یک چیزایی بگیم که نتونه دیگه برگرده. بعد محاسن معایب میکنه، میبینه این اون نتیجهی که میخوان، یعنی براندازی ایران و تغییر حکومت در ایران رو نمیده. میگه بریم سراغ گزینه دوم. در گزینه دوم میگه بیاییم اینقدر مشوق‌ها رو بزرگ کنیم، اینقدر حجم رو عظیم کنیم، آنچه که هویج و چماق زمان بوش نامیده میشد، چماق رو بگیریم پشت سرمون، هویج رو گنده تر کنیم. بعد میگه که این اصطلاح بی‌ادبانه است، چرا آقای اوباما دوباره تکرارش کرد؟ این علیه گورخرها به کار میره. 10 سال من دارم در تبیین استراتژی هویج و چماق، میگن اینا نگاهشون به مردم ما نگاه به یک جماعت وحشیه که باید به مصابه رام کردن یک اسب و چهارپا هویج رو گرفت جلوش، شما هم گرفت از بالا زد تو سرش. تو این گزارش برید ببینید، میگه که این مربوط به گورخرهاست، اینو بگید ایرانی ها ناراحت میشن، باید برخلاف پرزیدنت بوش اوباما شما رو بگیره پشت سرش، هویج رو برجسته کنه. البته شما چند روز دیدید که با آمدن میشل و همچنین آقای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در منطقه، این خط و نشونه‌ای که دارن میکشن که امروز میزنه اسرائیل فردا میزنه، چماقشون رو دوباره بردن بالا. یعنی دموکرات‌ها هم دارن راه همون بوش رو میگن که امروز میزنیم فردا میزنیم، کوتاه بیاید و الا چه میکنیم. خب پس 2 بخش اول رو بررسی میکنن در 2 فصل اول. میگه که با برخورد دیپلماتیک امکان این که بشه حکومت ایران براندازی کرد نیست. میرن سراغ مرحله دوم، اقدام نظامی. در اقدام نظامی هم 3 تا فصل اختصاص داده. فصل اولش میگه که جنگ تمام عیار کنیم، ایران رو اشغال کنیم، عین عراق.
میگه اینجا که عراق نیست، اینجا دو تا ارتش مستقل داره، حجم جوان زیادی داره، سرزمین بسیار بزرگ و پهناوری داره، مردمش در جنگ چریکی متخصصن. یک قلمش رو بگم، میگه که وقتی ایران رو اشغال کنیم، اگر بتوانیم اشغال کنیم، برای سرکوب شورش‌های مسلحانه داخل ایران 1,200,000 نفر نیروی ضد شورش نیاز داریم، نیروی ضد چریکی. اینا تو 120,000 نفر داخل عراقشون گیر کردن، میتونن 1,200,000 نفر برای روز بعد از سرکوب به اصطلاح شورش ایران و تصرف ایران نیرو تهیه کنن. و معتقده که امکان نداره ما بتونیم ایران رو اشغال کنیم. همینه که امروز میگن امروز میزنیم فردا میزنیم. اصل گزارششون رو برای کافه سفید ببینید. توی فصل بعد میاد میگه خب حالا که نمیتونیم حمله نظامی کنیم مستقیم اشغال کنیم، پس بمباران هوایی کنیم. در گزینه اوسیراج مشابه تاسیسات اتمی صدام در اوسیراج که اسرائیل رفت بمباران کرد، آمریکا هم بیاد تاسیسات اتمی ایران رو در نطنز، در عراق، در اصفهان، در بوشهر بمباران کنه. باید درسی بدیم به ایران. بعد میگه خب اگر اینا رو زدیم ایران که بیکار نمیمونه، میخواد پاسخ بده. ما باید تاسیسات موشکی و دفاعی ایران هم بزنیم که پاسخ نده. خب این یعنی چی؟ یعنی تشدید عمودی، یعنی پله پله درگیری میره بالا تا آخر جنگ میشه. پس اینا که شد دوباره هم گزینه قبلی. خب چیکار کنیم؟ یک راه میمونه، کارو بسپاریم دست تو فصل بعد. میگه کارو بسپاریم دست بنیامین نتانیاهو. بگیم آقا این نتانیاهو، ما به تو چراغ سبز نشون میدیم، هر کاری میخوای با ایران انجام بده. آقای نتانیاهویی که نوچه های تفکر جمهوری اسلامی، یعنی 4,000 تا آدم توی حزب الله لبنان 34 روز دستی بهشون دادن که دفعه دیگه سمت مثلا جوانان حزب الله لبنان نگاه چپ نکنن، تماسی که توی باریکه 40 کیلومتر در عرض 8 کیلومتر با دست خالی 22 روز جلوی ارتش اسرائیل ایستادن، حالا ارتش اسرائیل تو این گزینه میگن که باید بدید دست اسرائیل اسرائیل بزنه. بعد بررسی میکنه میگه اسرائیل میزنه، بعد ایران جواب اسرائیل رو میده. ما چون متعهدیم که از اسرائیل دفاع کنیم مجبوریم دخالت کنیم، دخالت کنیم دوباره میشه جنگ تمام عیار. لذا سه فصل محاسن معایب میکنه مسئله حمله نظامی رو. آخرش میگه چی؟ میگه که حمله نظامی به ایران جواب نمیده، حکومت تغییر نمیکنه، بلکه حکومت حجر جری میشه، میره به سمت اینکه اصلا سلاح اتمی تولید کنه. یک گزینه میمونه، گزینه این که بریم سراغ رژیم چنج. لذا مرحله سوم مرحله رژیم چنج، برای اون هم سه تا فصل نوشته. در این سه تا فصل اول میگه ما بهترین و مناسبترین گزینه که داریم انقلاب مخملیه. ما در ایران باید انقلاب مخملی کنیم بی‌تاروف. تنها راهی که میشه از شرق ایران و جمهوری اسلامی خلاص شد انقلاب مخملی. بعد هزینه فایده میکنه، میگه هزینهش بسیار کمه، فایدهش بسیار زیاده. فقط دوتا مشکل داریم، ما نمیدونیم کی مردم میریزن توی خیابون که بتونیم سریع جریان مردم رو سوار اون جریان بشیم. دوم که ما نمیدونیم رهبران حرکت کیان. میاد دستبندی میکنه تو بخش رهبران، 4 دسته افراد رو به عنوان گزینه رهبران انتخاب میکنه برای انقلاب مخملی. میگه جریانی تو ایران هست به نام رفورمیست ها، اینا بسیار مساعدن برای تغییر حکومت در ایران. دوم روشنفکران سکیولار، در 10 سال گذشته زیربنای دین رو زدن، الان تو سانسورن، اونا رو کمک کنیم میتونن به این نتیجه برسن. سوم جنبش دانشجویی، جنبش کارگران، جنبش زنان. و چهارم رضا پهلوی. یعنی 4 دسته رو فهرست میکنه به معنی کسانی که انقلاب مخملی رو میتونن انجام بدن. میگه نفر چهارم بیکاره نیست. نفر چهارم داخل جامعه ایران محبوبیتی نداره، کاری ازش نمیاد. پس چه راهی میمونه؟ راهی که میمونه اینه که ما منتظر بمونیم ببینیم کی مردم میخوان بیان توی خیابون و رهبرانش کیه. بهترین موقع این هم انتخابات. از همون شگردای همیشگی در اوکراین، گرجستان، قرقیزستان، جای دیگه استفاده میکنیم. دیگه ما با دروغ گفتن انتخاب تقلب کردن، این شد این شد این شد، مردم رو توی خیابون نگه میداریم، افرادی رو میکنیم رهبران این حرکت، همه چیزو میریزیم به هم دیگه. سند رسمی کاخ سفید انستیتو بروکیز
فصل انقلاب مشروطه. میاد تو فصل بعدش میگه خب اگر این نگرفت ما یه راه دیگه هم داریم، شورش های مسلحانه رو تو ایران دامن بزنیم. به قومیت ها یعنی به عرب ها، کرد ها، ترک ها، بلوچ ها، ترکمن ها اسلحه بدیم، آموزش بدیم، کشورهای پیرامونیشون رو هماهنگ کنیم، به اینا پایگاه بدن، تامین امنیت جانی برای اینها فراهم کنیم، همونطوری که به اونها برای انقلاب مخملی پول میدادیم تا چهره بشن. چهره بشن میگه چی؟ میگه باید از طریق رادیو فردا و وی او ای امکاناتی ایجاد کرد که افرادی که کمتر شناخته شده هستن تو ایران بیان چهره بشن، برجسته بشن. آمریکا باید برای این کار پول هزینه کنه، چهره کنیم برای جامعه ایرانی. اگر نشود ما باید بریم به سمت حرکت مسلحانه. در حرکت مسلحانه قومیت‌های مختلف ایران رو تحریک کنیم، مسلح کنیم، در کشورهای پیرامونی براشون پایگاه ایجاد کنیم، دولت‌های پیرامونی رو آماده کنیم که به اینها پایگاه بدن. ولی این گزینه به فروپاشی ایران نمی‌انجامه. این فقط یک قطعاتی از ایران جدا می‌کنه. خوزستان رو جدا می‌کنه، کردستان رو، آذربایجان رو، بلوچستان رو. اما دردسر بعدیش این خواهد بود که اگر جدا شدن این اجزا از ایران، خب این تو کشورهای همسایه هم مشابه داره، اونا هم میخوان جدا بشن، منافعمون به خطر میفته. لذا این به تغییر حکومت جمهوری اسلامی نمیانجامه. میره سراغ گزینه بعدی، میگه بریم سراغ کودتا، بریم با نیروهای مسلح ایران ارتباط بگیریم، کانال بزنیم، هر طوری شده با ایرانی ها، با نیروهای مسلح ایران ارتباط بگیریم، کودتا کنیم. یه فصل بعد رو کودتا میگه ولی سیستم امنیتی ایران اینگونه است که اجازه نمیده کسی نزدیک بشه به نظامیاش. بعدم نظامیاش دو تا سازمان مختلف جدا، ارتش و سپاه، مراقب امنیت انگلیس کودتا نکنه. تو فصل کودتا هم به این نتیجه میرسه که ما چون سفارتخونه در ایران نداریم، امکان ارتباط با نیروهای مسلح ایران رو نداریم. خودش مشکش وا میکنه که سفارتخونه توی هر کشوری، سفارتخونه آمریکا وظیفه‌ش اینه که بره با نظامیا ارتباط برقرار کنه، کودتا را بندازه. این اون آمریکایی است که کاندیداهای ریاست جمهوری ما آمدن نشستن توی تلویزیون گفتن میرویم باهاش تنش زدایی میکنیم. مشاور ویژه نمیخواد. یه آدم میخواد بذاره توی اینترنت بره مراکز تصمیم سازی اونا ببینه که اونها صبح تا شب در مورد ما چطور فکر میکنن. این نیست که یک کسی بیاد بگه من وزیر امور خارجه زن میگذارم جلوی خانم کلینتون تنیج زدایی میکنم، اون بگه من اینجوری تنیج زدایی میکنم، این بگه من دیگه چاوز رو بغل نمی کنم تنیج زدایی میکنم، این بگه من نمیگم هولوکاست تنیج زدایی میکنم. اون به کمتر از نابودی این مملکت، تجزیه این مملکت و به فلاکت کشوندن این جامعه به مصابه عراق و افغانستان راضی نیست، به کمتر از این قانع نیست. کدوم تنیج زدایی؟ 164 صفحه طرح رسمی نابودی این کشور رو گذاشتن رو سایتشون. بعد تو فصل آخر میاد میگه تجمیع گزینه ها، یک راه بیشتر نداریم، همه این گزینه ها رو با هم علیه ایران استفاده کنیم. یعنی هم فشار دیپلماتیک بیاریم، هم دنبال کودتا باشیم، هم دنبال این باشیم که اجزاء استان های ایران رو تفکیک کنیم، جدا کنیم، همین که انقلاب مخملی را بندازیم. این گزارش دو روز قبل از انتخابات منتشر شد. 15 روز بعد از انتخابات این 6 نفر دوباره جمع شدن دور هم ببینن آشی که پختن چه ابعادی داشته. آقای مارتین ایندایک اول جلسه خیلی خوشحال میگه که الان نواره های ویدئوی این جلسه هنوز رو سایتشونه. وارد بشید روی سایت سوان سنتر، آقای مارتین ایندایک یهودی رو میبینید که میگه این در اتفاقاتی که تو ایران افتاد آغازی است در یک پایان. ایران دیگه جمهوری اسلامی تمام شد، میتونیم این کارو بکنیم. به خانم سوزان مالونی میگن که ما به کدوم وبسایت ها بریم بفهمیم تو ایران چه خبره، میگه برید مثلا تابناک. بعد تو گزارش اومده که برای حضار اسپل میکنه، هجی میکنه که مثلا تی ای مثلا. بعد میگن آقای اوباما باید ملایم تر جلو بره، هنوز ما به نتایج قطعیمون نرسیدیم. اتفاقی افتاده، انتخاباتی برگزار شده، توقعاتی در دستوی قضیه بوده، روال قانونی وجود داره برای پاسخ دادنش. به فرضم که مسئله هست، مسئله خانوادگی ماست، یک جنگ خانوادگی است در درون جامعه ما، جناح‌های سیاسی با هم دیگه تضارب دیدگاه و آرا می‌کنن، ولی پای خارجی که بیاد وسط قضیه امنیتی میشه.
مادامی که خارجی پاش میاد وسط قضیه امنیتی میشه. یعنی بقای سیستم رو آقا ابطال کنید انتخابات رو. چرا؟ یکی میاد میگه آقا ابطال کنید انتخابات. روشنفکرا به من رأی دادن. کل روشنفکرای جامعه ما چند نفرن؟ فرقه درویش گنابادی به ما رأی دادن. چند نفرن؟ در مثلا شمیرانات تهران صندوق ها بالای 140% بوده. خب بابا اونجا اوشون فشنه، اونجا لشکرکه، مردم روز جمعه بوده میرن اونجا تفریز دارن، اونجا هم رأی دادن. خب تعداد رأی ها وقتی بیشتر میشه نه شما واقعا مشاور ندارید اینا رو بهتون توضیح بده؟ این شده این شده به هزار و یک دلیل بهانه دادیم دست دشمن تا اینجوری دخالت کنه تو کار یک ملت رشید و بالغ. حالا چه اتفاقی افتاده؟ میشینن 15 روز بعد از انتخابات یه همایش جدید میگذارن. خوشحالیشون رو نفر به نفری که میرن پشت تریبون نمیتونن کتمان کنن. چه حرکتی شروع کردیم توی ایران، داره این میشه، این میشه. همون روز انستیتو بروکینز تیتر زد. هنوز این اطلاع تو پایگاه اطلاع رسانی انستیتو بروکینز هست. اوباماس توییتر استراتژی، استراتژی توییتری اوباما. متن رو که میخونید یه دهنکجیه به جمهوری خواها. شما جمهوری خواها مثلا با توپ و تانک رفتید ریختید تو عراق و افغانستان، بمونید ببینید دموکرات ها چجوری با ایران برخورد میکنن. با سایت توییتر اوباماس توییتر استراتژی ای ریولوشن، یک انقلاب در چه عصری؟ دیجیتال ایج، در عصر دیجیتال. در عصر دیجیتال یک انقلاب سیاسی آقای اوباما در ایران ایجاد کرد. ببینید چجوری بلوف میزنن. خوب سالان سنتر گزارشش رو تحت این عنوان ارائه کرد. این گزارش داخل ایران تحت عنوان پروژه آژاکس 2 بلافاصله ترجمه شد، در اختیار مسئولین قرار گرفت. بعضی از روزنامه ها بعضی فرازهای این رو مختصر منتشر کردن. اصل گزارش هر دوتاش هم 164 صفحه اول که روز دو روز قبل از انتخابات منتشر شده، هم گزارش 62 خورده صفحه‌ای بعدی که حاصل تلخیص شده همایشی است که بلافاصله 15 روز بعد از انتخابات اونجا برگزار منعقد شد برای ارزیابی انتخابات، اونجا آمده. میتونید برید به سایت بروکینز و این رو از نزدیک ببینید. خب اساساً آژاکس چیست؟ آژاکس اتفاقی است که در افسانه های یونانی افتاده. 1953 علیه محمد مصدق در ایران یک کودتا کردن. در 1332 اسمش رو گذاشتن پروژه آژاکس در مرداد 1953. پروژه آژاکس یک کودتایی بود که علیه محمد مصدق صورت گرفت و پروژه آژاکس دو کودتای دیجیتالی بود که قرار بود در انتخابات این دفعه علیه ایران صورت بگیره. آژاکس ماجرای یک پهلوان افسانه ایست در زمان نبرد تروا. حتما فیلم تروی رو اگه تروی رو دیده باشید، اونجایی که پهلوان افسانه ای یونانی ها یعنی آشیل موفق میشه که هکتور رو نابود کنه. هکتور پهلوان خود ترواست. هکتور رو نابود میکنه، میکشه، میبنده به عرابش با خودش میبره. شمشیر هکتور به عنوان قهرمان اصلی کشور به اصطلاح ترکیه امروز تروا باید در اختیار کی قرار میگرفت؟ در اختیار شاه آگاممنون و برادرش منلاس. این رو میگیرن شمشیر رو. بعد از اینکه تو عرب سقوط میکنه، اصل تروا رو درست میکنن، میبرن داخل سقوط میکنه، آشیل در برگیری با پاریس کشته میشه. پاریس یه تیر میزنه به پاشنه پای آشیل، چون این قلبش و نقطه ضعفش تو پاشنه پاش بود، کشته میشه. حالا خود قهرمان افسانه یونانی ها هم از دنیا رفت، شمشیر این هم میمونه. این دوتا شمشیر، یعنی شمشیر قهرمان خودشون و شمشیر قهرمان دشمن رو میارن بعد از پیروزی جنگ. یکیش رو میدن به اودیسیوس، همینی که اون کتاب اودیسه به اسمشه. اون دوتا کتاب اولین کتابی که تو غرب نوشته شده حماسه سرایی ها ایلیاد اودیسه است، اون اودیسه. اودیسیوس اون رو میدن به اون شمشیر آشیل رو. شمشیر هکتور قهرمان دشمن رو میدن به آژاکس. آژاکس ناراحت میشه، میگه من مقدم تر بودم، باید این شمشیر آشیل رو به من میدادن.
گلمند میشه از این کار، شب از توی چادرش میاد بیرون، هنوز عقب نشین نکردن برن سمت کشور خودشون. شب میاد بیرون تو اردوگاه، میره که منلاس برادرش را، خود شاه آگاممنون و همچنین اودیسیوس رو بکشه. وقتی میره یکی از الهه هاشون اتنا، الهه خرد و هنر رو به روز داره، جلوی چشم این پرده میندازه، توهمی ایجاد میکنه، این به جای اینکه بره خود این تو چادر شاه و اونها رو اونجا بکشه تو مهمونیشون، میره توی آغول و تعداد زیادی گوسفند رو میکشه، فکر میکنه اونها رو قلق و غم کرده، چند تاشون هم میگیره به عنوان اسیر میاره میبنده تو چادر خودش، شکنجه میکنه، همه دچار توهم. اون الهه یعنی آتنا میره به اودیسیوس میگه که این همچین خیالی داشت و برو به همه بگو. اودیسیوس میره به همه میگه که میدونی چیکار کرده آژاکس؟ آژاکس دچار توهم شده، زده به سرش، رفته گوسفندا رو به جای آدما کشته. وقتی که آژاکس خشمش فرو مینشینه، آرام میشه، تازه متوجه میشه چه کلایی سرش رفته، چه بلایی سرش آمده. پهلوان ارشد تمدن یونانی حالا دیگه آبروش رفت، میاد تصمیم میگیره که چه کنه. این کشتی های یونانی ها که دیدید همه با هم پارو میزنن، اون ملاحان، اینا که مال کشتی این بودن، دوستانش جمع میشن دورش، یه جمله معروف دارن، من این جمله رو اصلش رو از روی خود اون نمایشنامه آژاکس میخونم برای شما. این در کتاب الکترا هست، کتاب الکترا که 4 تا نمایشنامه اصلی سوفوکل هست. آنچه در مورد ایران اتفاق میفته مبتنی بر اون نمایشنامه 4 یعنی نمایشنامه آژاکس. من اون اصل بحث آژاکس رو عنوانش رو از روی خود متن میخونم ببینید چی میگه. میگه که این از قاعده کارها، بزرگان را هدف تیر ملامت قرار دهی، نشانه روی تو هرگز تیرت به خطا نخواهد رفت. اما هرچه دلت خواست در مورد ما بگو، یکی را نخواهی یافت که از تو بپذیرد. آری، شماتت و بدنامی پیوسته در سر راه بزرگان خفته است. این از قاعده کارها، بزرگان را مورد تیر شماتت و ملامت قرار بدی، تیرت به خطا نخواهد رفت. لذا دوستانش بهش میگن توی آدم بزرگی هستی، تو الان مورد تیر ملامتی، میگن آقا این دچار توهم و جنون شده، رفته زده گوسفندا رو کشته، فکر کرده قهرمانان رو از بین برده. تیر هیچ کس به خطا نخواهد رفت، اینا رو بر هم دیگه تکرار کنن. جلوی راه بزرگان همواره چاه بدنامی قرار داره، نتیجه میشه که این احساس میکنه راهی دیگه نداره، جلو شیون زنش و دوستانش و اینا خارج میشه از چادر، همون شمشیر هکتور رو که بهش رسیده بود به عنوان غنیمت، دستش رو توی ماسته ها فرو میکنه، تیغه رو به بالا میفته روی تیغه و خودکشی میکنه. بود این تراژدی در اینه که این وقتی بدنام شد چاره جز خودکشی نداره. با این سناریو کریمیت روزولت رو با یک چمدون دلار فرستادن ایران در 1951 طراحی شد استراتژی، 1953 اجرا شد. انگلیس طراحی کرد، داد آمریکایی‌ها اجرا کردن، چون انگلیس رو مصدق سر قضیه ملی کردن نفت از ایران یه مقداری بیرون کرده بود دیپلماتاشونو. اول آمدن اینو کردنش مرد سال، مجله تایم عکس مصدق رو زد روی صفحه اولش به عنوان مرد سال، چهره کردن مصدق رو تو دنیا، خوب مطرحش کردن. قاعده اینه، اولی کسی رو باید انقدر بزرگش کنن که وقتی میخوان بکوبنش زمین انگها بهش بچسته. دو تا راه دارن دیگه، یا اصلا نذارن طرف بزرگ بشه، یا اینکه وقتی میخوان بکوبنش زمین جوری ببرنش بالا که وقتی کوبیدن زمین دیگه هیچ راه دومی نمانده باشه. چی شد؟ مصدق رو مرد سال کردن، بردنش بالا. بعد انگهای اون روز شروع کردن، این کمونیسته، چون اون موقع خیلی جنبش های زده کمونیستی مرد. بعد اومدن تو فضای داخلی جامعه دینی گفتن این کافره. بعد رفتن تو بین محیط های فکری و اینها گفتن این همجنس بازه. هر چیزی که میشد انگ بزنن که بتونن اینو تخریب کنن انجام دادن. بعد طول دادن به یه سری آدم، گفتن برید توی خیابون سمت مثلا مرحوم آیت الله کاشانی و طرفدار اون که میرید
در دفاع از مصدق کتک بزنیم و به عکس نتیجه طبیعیش این شد که این در خارج بابت اینکه بدعتی گذاشته بود که یه گوشه ای از ساختار اقتصادی کشور خودش و چنگ انگلیسی ها در آورده بود ملی کرده بود، حالا باید درس عبرت بهش میدادن. توی خارج بردن بالا کوبیدن این زمین، داخل هم همینطور صبح میگفتن درود بر مصدق، شب گفتن مرگ بر مصدق تو خیابون. با اون چمدون دلاری که کریم روزولت آمده بود این کارو انجام بده، بخش عمده از دلارا رو برگردوند. بسیار ارزان یک انقلاب شبه مخملی رو انجام داد و رفت. پروژه آژاکس 1 چند روز دیگه سالگرده 28 مرداد. این کودتا کودتایی است که درست بعدن خانم وقت وزیر امور خارجه وقت دولت کلینتون آمد مادن آلبرایت عذرخواهی کرد، گفت ما اشتباه کردیم. زمانی توبه کسی پذیرفته است، اشتباه کردن کسی پذیرفته است که دیگه تکرارش نکنه، نه اینکه توی انستیتو بروکینگزش بره 164 صفحه در 9 فصل انواع آپشن ها رو انواع رویه ها رو در مورد نابودی یک ملت تهیه کنه و بذاره روی سایت. من به عنوان رئیس یک مرکز تحقیقات استراتژیک به شما میگم طرحهای استراتژیک مثل کوه یخ میمونه، یک قطعه کوچیکش از آب بیرونه، اصلش زیر آبه. یعنی این چیزی که 164 صفحه که منتشر شده حتما 1640 صفحه بوده، بخش عمدهش منتشر نکردن. حالا دوستان میپرسن چطور ممکنه طرحشون رو منتشر کنن؟ از اصول مسلم دموکراسی اینه که شما اگر رأی مردم رو میخوای مردم هم توی تصمیم سازی ها شریک کنی. یکی از مواردی که دموکراسی در کشور ما رو دچار مشکل میکنه اینه که شما به یه نفر رأی میدید میشه رئیس جمهور، به یه سری آدم رأی میدید میشه نماینده مجلس، اما شما دیگه بعداً در تصمیم سازی ها شریک نیستید از دو زاویه. یا بدونید یه جاهایی وجود داره به نام مرکز مطالعات استراتژیک، برید تصمیماتتون رو بدید به اونا، پیشنهاداتتون رو بدید به اونا، اونا قوارمندش کنن بدن حکومت اجراش کنه. دومی که حکومت قبل از اینکه کاری رو انجام بده طرح استراتژیکش رو بیاره تو جامعه مطرح کنه، مردم تو جریان قرار بگیرن. یعنی طرح حمله به ایران و نابودی ایران رو انسان آمریکایی میره انستیتو بروکینز میبینه، خب اینا برای مواجهه با ایران 9 تا مرحله رو گفتن، حالا بعد میرن نظرسنجی میکنن. مردم اینو خوندید مثلا 1000 تا دانشجو میگن بله، میگه خب شما چند نفرتون با گزینه 1 موافقید، با گزینه 2، با گزینه 3؟ ما 1/4 ایران آمریکا جمعیت داریم، یعنی 72 میلیون، ما 300 میلیون جمعیتشون، اونا 2500 تا مرکز تحقیقات استراتژیک دارن، ما 1/4 داشته باشیم یعنی حدود 500-600 تا مرکز نیاز داریم که مدام به مردم در همه حوزه‌ها بگه میخوان چیکار کنید. ملزومات دموکراسی بعد تو محیط روشنفکر ایران جا افتاده که تصور میکنن فقط بحث‌های فلسفی و جامعه مدنی و NGO. نه، دموکراسی ملزومات اساسیش مرکز تصمیم سازیه، مراکز متعددی سقوطی که تصمیم‌ها رو بسازن بیان برای مردم روشن کنن. مردم اینه. خب پس بخش عمده این زیر آبه یه قطعه کوچیکش رو اینا منتشر کردن. این گزارش منتشر شده همین بلایی که سر دولت مصدق آوردن برای تحقق آژاکس 2 بر سر حکومت فعلی ایران هم آوردن. خب مصدق به مرحله خودکشی رسید، یعنی کاری کردن که زایش کردن، بعد به مرحله خودکشی رسید. حالا دیگه خودکشی سیاسی شده بود، تبعیدش کردن، گذاشتنش کنار. این موضوع تو این انتخابات در مورد تک تک هر 4 کاندیدای صحنه ایجاد کردن، یعنی هر 4 کاندیدای صحنه اینجا آژاکس بودن، بعد خودشون رو می آوردن بالا، زایه می کردن، خودکشی سیاسی محسوب بشه.